بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین با نام و یاد خدای یکتا درس شروع کنیم با شما برادران و خواهران گرامی که همکنین بیننده برنامه خودتان از تلویزیون تمدن هستین خوش آمدین به مکتب تمدن مکتب بسیار عالی مکتب خانگی در اختیار شماست درس های آمادگی کنکور هست و موضوع فیزیک به آخرین درس از فیزیک سنف دهم ده رسیدیم در گرچه در درس قبلی قرار بود خلاص کنیم خلاص شد اما یک سوال مانده بود و کار خانگی داده بودیم به شما گفتیم که حل کنید میخوایم جواب ها رو بررسی کنیم که کیها درست گفتن و برنده جایزه یک میلیون افغانی خواهند شد خب آماده هستیم بریم سوال رو کار کنیم و جواب ها رو بررسی کنیم بسیار عالی خب سرکت های LCRC و آر-ال را بررسی کنیم یک سوالم کارخانگی داده بینید که سوالی بود که در کانکور آمده درست هستم؟ سوالی است که در کانکور آمده سوال را میخوانیم یک بار در یک سرکت LC که ذریب اندکتیویتی آن 5 هنری و ظرفیت خوازن 5 میلی فاراد است زاویه آن چقدر است؟ اگر یادتان نمانده در واقع سرکت ها چی بود؟ من یک مختصر روی تخته سفید سرکت ها رو نشان میدم به شما بعدی سوال کار میکنیم آماده هستن پس بیاین روی تخته سفید لطفا ببینید وقتی ما میگیم سرکت آر ال آر در واقع همو مقاومت ثابت است تغییر نمیکنه. اما ال چی است کوایل در واقع مقاومت چی داره متغیر داره ثابت نیست به این دلیل ما میخوایم این رو بررسی بکنیم که شکلشی رقمی است این مقاومت R و ای هم کوایل فرق این دوتا چی هست؟ این هم یک مولد مولد چی؟ مولده که جریان چی داره AC وقتی که این مولد جریان را میفرسته جریان AC خود رقمی حرکت میکنه سعی کنی ببینین جوانا مقاومت R هیچ تغییری برای جریان مانعی برای جریان ایجاد نمیکنه که با ولتاژ خود اختلاف فاز پیدا کنه اما کوایل میتونه یک مانع ایجاد کنه چرا شما خواندین که با اطراف کوایل چی وجود میه؟ ساحه و این ساحه بی میتونه برای جریان و ولتاژ درد ساز بشه و اختلاف به وجود میاد در اینجا وقتی جریان میخوای از از کوایل عبور کنه اختلاف میافته بین در واقع دلتای ای دلتا وی که بین ازی هست و جریان جریان پس میفته به اندازه چقدر پس میفته؟ به اندازه 90 درجه اختلاف فاز پیدا این این 90 درجه را اصطلاحا بهش میگن اختلاف فاز یاد بگیریم اما این اختلاف فاز نداره در ای قسمت هم دلتا وی و هم جریان هیچ اختلاف فازی ندارن در یک جهت حرکت میکنن وقتی در ای قسمت رسید ی پیش میره و جریان پس میفته چقدر پس میفته 90 درجه کل داستان است و مقاومت کول تغییر میکنه مقاومت کول چی رقمی تغییر میکنه با ایکس اگر نشان بدیم متغیر است ایکس متغیر است ایکس در واقع با فرکانسی با فرکانسی جریان تغییر میکنه هر هرقدر فرکانسی جریان زیاد چه مقاومت هم تغییر میکنه اصطلاحانی رو میگن ریاکتنس ریکتنس به انگلیسی ولی فارسیش میشه مقاومت متغیر کوایل هست و یک سرکت دیگه هم بود که ال آر سی هست در ای قسمت یک چیزی رو اضافه کنم مقاومت ای دوتا رو بردارین ای دوتا رو مقاومت معادل چی باید باشه؟ یعنی معادل مجموع مقاومت ها چند است از این رابطه پیدا میشه چرا اختلاف 90 درجه است به شکل ویکتوری که دینا بررسی کنیم میشه x مربع جمع R مربع 90 درجه اختلاف به وجود آمده ده ای قسمت این زید را میگن امپدانس به انگلیسی یا همون مقاومت مجموعی بگن یا معادل فرق نمی کن به جای دو, دو تا چقدر مقاومت در برداریم چقدر مقاومت باید بانیم این میشه مفهوم کلی درس که در کتاب مکتب آمده سنف ده ولی فراتر از فهم شعور دانش آموزای سنف ده هست و آرسی در واقع بازم همون داستان است مقاومت خودش هست منطقه به جاش یک کوایل میگذار یک خازن میگذارم ببخشید خازن رو با سمبول سین نشون خازن مانعی برای در واقع جریان ایجاد نمیکنه بلکه خیلی هم راه را برای جریان هموار میکنه در اینجا در زمانی که جریان را بررسی میکن ولتاژ را هیچ اختلافی ندارن دلتاوی و جریان هر دو فاز هستن به شکل وکتوری اگه نشون میده. اما وقتی از این قسمت میخوان عبور بکنن جریان پیش میفته چقدر پیش میفته اینو پیش رفت چقدر پیش رفت 90 درجه پیش رفت اینجا جریان 90 درجه پس ماند اونجا جریان 90 درجه پیش رفت پس بازم اختلاف به با وجود آمد عین داستان است اینجا مانع کم شده و جریان سرعت زیاد شد به اصطلاح پس در اینجا مقاومت خاصن برعکس برعکس کار میکنه یعنی اگر فرکانسی جریان زیاد شه مقاومت کم میشه و راه باز میشه و هم هم که عین داستان است میگین x مربع جمع r مربع چرا چون اختلاف 90 درجه است مفهومی کلی هم از خیلی ساده یاد بگیر نیاز نیست که موضوع رو خیلی سخت کنی و اما میمانه آخرین سرکت سرکت ال سی بود ال سی یعنی یک طرف ال ال یعنی چی بچه ها؟ کوایل یک طرف سی سی یعنی چی؟ خازن سی یعنی خازن دیگه مولدی مثل ای وجود نداره مولدی وجود نداره در ابتدا خود اینا چارج داره خازن چارج داره و اینجا دلتا وی دارین برای خازن و وقتی که جریان میخواد از مثبت بره چارج ها میخواد از مثبت برن به طرف منفی جریان این طرف, ای 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 طرف, ای طرف حرکت کنه. وقتی جریان از کوال و برکت و اطراف کوالچی چی با وجود میاد ساحه و انرژی در اینجا ذخیره میشه و در قسمت دلتا وی با وجود میاد دلتا وی این دلتا وی که صفر شد اینجا مکس میشه دوباره برعکس میشه دلتا وی این طرف است پس جریان میخواد این طرف حرکت کنه پس وقتی که ای صفر شد ای پر میشه ای که صفر شد او پر میشه و جریان تبادله میشه بین از طرف کوال به خازن خازن به کوال و این جریان وقتی که جهتش تغییر میکنه یک جریان چی هست یک جریان AC هست بدون مولد جریان ایسی داری یک بار از خازن به طرف کوئل یک بار از طرف کوئل به طرف خوازن. یعنی از طرف مثبتش میاد به منفی باز از منفیش میاد به طرف مثبتش به این شکل این جریان سرکت دلسی مقدار انرژی در انرژی در کجا ذخیره میشه در ساحه مغناطیسی کوئل و همین سوال کانکور بوده گفته انرژی در کجا ذخیره میشه در خود کوئل یا در ساحه شما میگین نه در ساحه در کوئل نگین این میشه مفهوم سه تا سرکتی که کتاب مکتب آورده او فاکتور طاقت که ما برای شما پیش در گفتم اختلاف بین همیناست اختلاف بین همینا همین که در واقع ببینیم این هم زید ما میشه و این اختلاف ها به وجود می ای ایکس ما هسته و ای آر ما و این از روی از این زاویه الفا شما میتونید که به وجود آمده را پیدا کنید توسط کوساین الفا کوساین الفا میشه زل مجاوره بر وتر اینه میرون میگم فاکتور طاقت که در واقع مقدار انرژی از دست رفته یا استکاک شده رو میتونید در قسمت بررسی بکن. خیلی ساده بود به نظر از من که واقعا عالی و جذاب بود و اصلا ما قرار بود بریم سوال حل کنیم ولی یک دفعه خوشم آمد گفتیم بیم یک بار سرکت ها رو دوباره به زبان ساده بگیم تا بلکه دانش آموزا و مدرسین گرامی متوجه از داستان بهتر بشن تا بتانن مفهوم رو عمیقتر و دقیقتر یاد بگیرن میریم یک رفت و برگشت تخت پاک شا. سوال کار کنم اوکی؟ خب دوستایی گرامی سوالی رو که به عنوان کار خانگی به شما داده بودیم به این شکل بود گفته بود که در یک سرکت ال سی زریب اند یا فارسی ترجمه میکنم کنم ذریب خود القایی این چقدر درش القا میشه صفر اشاره 5 هنری هست هنری ال صفر پنج هنری است و ظرفیت خازن 5 میلی فاراد است 5 میلی متر نخواهیم میلی فاراد است از شما چی خواستم؟ گفته فریکونسی زاوی رو پیدا کنیم فریکونسی زاوی یا به اصطلاح همو فریکونسی نوسان رو در اینجا پیدا بکنیم که چند هست نگاه کنین خیلی ساده اومگا ما داشتیم یک بر جذر ال ضرب در سی ال زریب اندکتیویتی است زریب اندکتیویتی صفرش پنج هنری من 0.5 هند را به زبان علمی نوشته کنم کسی خفه نمیشه یعنی پنج زب در منفی یک. با 0.5ش فرقی نمی کسی خفه شد نه آفرین 5 میلی میلی یعنی چی؟ یعنی 10 به توان منفی سه پس نوشته نمیکنم کنم پنج زب در ده توان منفی سه فارغ از واحدات واحدات نمیخواد بانین در آخر میگم چی هست خب ضرب بلدین پن پن اشتا بیس آفرین چقدر خوب یاده پن پنج بیس پنج میگه بیست و پنج ده زب در ده به منفی یک زب در ده به توان منفی سه میشه و ده به توان منفی چهار حالا جزر بگیر جزر بیست و پنج پنج جزر بیست و پنج پنج درجه جذب چند است دو چه کار میکنی عدد تواندار عدد تواندار فقط توانش بری تقسیم کن منفی چهار تقسیم دو منفی دو حالا ده به منفی دو بره صورت چی میشه؟ مثبت دو ده به مثبت دو چند است؟ صد صد تقسیم پنج بیست و پنج واحد فریکونسی زاویی رادیان بر سیکند است این میشه 25 رادیان بر سیکن جوابش هست که برای شما اینگونه گونه محاسبه کردیم ببینیم که داستان به این شکل بود بریم سراغ تخته زرد ما ببینیم که کدام جواب درست هست در این قسمت ما چهار جواب داریم جواب را برای شما پیدا کردیم کدام جواب درست است؟ یک... یک, نگاه نگاهی کوچک بندازین به خود سوال ضریب اندکتیویتی داریم ذریب ظرفیت خازنه داریم که تبدیلش کردیم و فرکانسی زاوی فرمول را داریم خب حالا ببینید دوتا منفی دو رو بر صورت چند میشه میشه 100 دیگه درست است 100 100 تقسیم 5 چند میشه 100 تقسیم 5 میشه چند 20 واحدش هم از رادیان بر سیکن پس جواب شد 20 رادیان بر سیکن بریم سراغ تخته زرد ببینیم که کدام جواب درست است سوال کنکور را دیدین جواب را بررسی میکنیم بعد از محاسبه فرکانسی 20 رادیان بر گزینه اول گزینه چی شد اول واو پایان پایان فیزیک صنف دهم ده هم. انگیز بود اشکال نداره غم انگیز بود خب خیر است ولی باید گفته میشد به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است بیننده برنامه خودتان باشین تا فردای دیگر همه شما بزرگواران را به خداوند یکتا میسپاریم بدرود